و بنابراین شما در حقیقت خدا رو در اون آدم پاک میبینین. سلام پاک، سلام ناپاک چیه؟ سلام که ما هزار تومن ما رو بدیم، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ حالتون خوب انشالله. اگه ممکنه ما یک بدهی داریم، یک چکی داریم، اینا این بعد از اون سلام، سلام روستایی بی‌تمنیست، بعد از اون سلام یه مقدار درخواستای پیش میاد. اما از دهان آدمی خوشمشام من سلام حق شنیدم و سلام. زان سلام او سلام حق شده است، کاتشن در دودمان خود زده است. اون آدمی که به خودش فکر نمی کنه، پاک، سلام پاک، اون میتونه مصاحبتش مصاحبت الهی باشه. حالا اون آدم هم گیر نمیان. آدم ها از کجا گیر بیاریم؟ چقدر بگردیم قدیم که در اون روزگار چراغ دستشون گرفته بودن، از دیوژن معروف که چراغ دستش گرفته بود میگفت دنبال آدمی زاد میگردن، تا مولانا که گفت دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر. دی یعنی مثلا 2000 سال پیش، از در مولانا فرق نمی کنه. دی منظورش هم دیوژنه. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دی و دد معلولم و انسانم آرزوست. گفتم که یافت می نشود، جسته این ما. گفتن که یافت می نشود، آنم آرزوست. بنابراین اونم گیر نمیاد. کجا بریم؟ سالها گفتش که مولانا که ای دقوقی با دو چشم همچو جو، نم تو گریان و مشتاق، برو تا پیدا کنی، بالاخره یکی پیدا کنی، و هین مبر امید و ایشان را بجو، دنبالش باش. مرحوم پدر میفرمودن ما وقتی رسیدیم به آقا بزرگ خراسانی اونو پیداش کردیم، دیگه مقیم شدیم اونجا، مقیم کوی او شدیم. حالا اومدیم و اونم پیدا نکردن. آثار اون بزرگان، آثار وجودی اون بزرگان آینه است. سعدی آینه است، شکسپیر آینه است، محی الدین، اینا چون آدم های پاک بودن، اینا که شعر نگفته بودن که پادشاهی بپسنده یا نمیدونم، اگر هم برای پادشاهی گفتن تمام نصیحت اون پادشاه رو کردن. مثلا امیر انکیانو رو مثلا دو تا غزل داره سعدی دربارش، دو تا قصیده داره، اما چی گفته؟ به هیچ وجه نگفته که مثلا پولی به ما بدین. مگو پای دولت بر افلاک نه، بگو روی اخلاص بر خاک نه، چه حاجت که نه کرسی آسمان اون شاعر پول پرست میگه که نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای، تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زند. یعنی باید این نه کرسی رو بزن زیر پاشون که بره اون بالا، بعد تازه پاشو پای قزل ارسلان رو ماش بکنه. میگه چه حاجت که نه کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان. مگو روی چیز دولت بر افلاک نه، بگو پای روی اخلاص بر خاک نه. بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در این در متن امیر انکیانو، دل به دنیا در نبندت هوشیار. ای پادشاه وقت، چو وقتت فرارسد، تو نیز با گدای محلت برابری، ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. خفتگان را خبر از زمزمه مرغ سحر، حیوان را خبر از عالم انسانی نیست. حذر از وسوسه نفس، که در راه خدا مردم افکنتر از این قول بیابانی نیست. ایو الناس، جهان جای تناسانی نیست. مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. خوش است عمر، دریغا که جاودانی نیست. بس اعتماد بر این پنج روز فانی نیست. درخت قد صنوبر خرام انسان را، مدام میوه نوباوه جوانی نیست. اصلا نقاشی از این قشنگتر میشه کشید. درخت قد صنوبر خرام انسان را، مدام میوه نوباوه جوانی نیست. گلیست خرم و خندان و تازه و خوشبوی، ولی امید بقایش چنان که دانی نیست. اینا رو برای این نگفته که اینا پاکه، اینا به درد ما میخوره.
در اینها گفتش که روی تو خوش می نماید آینه ما. مول سعدیه کاینه پاکیزه است و روی تو زیبا. اگه آدم بخواد یه چیز زیبایی ببینه دو تا شرط لازم داره، یکی اینکه آینه پاکیزه باشه، یکم که مادر پولا زیره نشسته باشه جلو آینه. حالا خیلی هم پاکیزه، چی آدم تو آینه میبینه؟ گفتش که در آینه چه میبینی؟ اون پادشاهی که سخت عصبانی شده بود و همه به وحشت افتاده بودن که نکنه الان سر اینه ببره، سر اونه ببره، اینا یه پولی دادن به اون دلقک، گفتن تو یه جوری اینه سر حالش بیار. اینا پادشاه هم سرش کرده بود زمین، به آب نگاه میکرد، به چیز نگاه نمیکرد، به کسی نگاه نمیکرد که مثلا کسی شفاعت بکنه، سرش بلند نمیکرد. دلقک هم تو آب چشش افتاد به پادشاه، از تو آب نگاه کرد. اینا بعد پادشاه از پرسیدت پادشاه که قربان در آب چه میبینید که اینقدر خیره شد؟ اینا گفت یک قلتبان ناجنسی رو میبینم، یک ابله نادانی رو میبینم، یک قلتبانی رو دارم میبینم. گفتش که منم کور نیستم، منم همون دارم میبینم، چون اونم اونه میدید. گفت ما هم کور نیستیم، بالاخره ما هم داریم میبینیم. اگر که آدم تو آب صافی هم نگاه بکنه بایستی زیبارویی باشه. این که سعدی شرط رو جمع کرده، روی تو خوش می نماید آینه ما، کاینه پاکیزه است و روی تو زیبا، چون می روشن در آبگینه صافی، خوی جمیل از جمال روی تو پیدا. جمال زمینن خوی جمیل هم نشون میده، چهرهایی که یه جاذبه ویژه‌ای پیدا میکنن نشون میده که خلق و خوی درشون هست و اون زیبایی درونشونه که تابش داره به عالم بیرون، وگرنه زیباییشون خیلی زود از اعتبار میفته، جاذبهش رو از دست میده. چارم یا شارم یه چیزیست که از خوبی سرچشمه میگیره. زیبایی کمپوزیسیون تناسباته و ممکنه شارم نداشته باشه، اما اگر انسان خوی جمیل داشته باشه از جمالش پیدا میشه و اونه که شارم ایجاد میکنه، چارمینگ میشه آدم و جذاب میشه. برخی رویت شبم که شمع افق را پیش بمیرد چراغدان سریا. سید بیابان چون شمع افق خورشیده و وقتی خورشید میخواد در بیاد تمام ستاره ها جونشون فدا میکنن. تو همچه صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسم میکنه جان بین که چون همی سپارم. در مقابل اون خاموش کن شمع تو، اطفاء السراج. حضرت مولا به اون گفتن که اطفاء السراج، چراغ خاموش کن دیگه. در مقابل اون قدر چیز نیفروز، خورشید که در آمد ادعا نکن دیگه. برخی رویت شوم که شمع افق را پیش بمیرد چراغ. که میگم پیشت بمیرم، مادر را اغلب میگم پیش مرگت بشم، نه، پیش بمیرد چراغدان سریا. مرد تماشای باغ روی تو سعدی است، دست فرو مایگان برند یغما. میگه ما نیومدیم اینجا سیب جمع کنیم، اومدیم تو باغ جمال تو رو ببینیم فقط. من مرد تماشای باغ روی تو هستم. چرا؟ بنابراین وقتی اون چشمش به اوست، شما چشمتون به سعدی میفته. کیو میبینی؟ پاکه، هیچ آلودگی نداره، هیچ دکانی نداره، خرقه تصوف نپوشیده، نمیدونم درویش صفت باش و کلاه تتری دار، هیچ دکانی باز نکرده و صاف و پاک خودش رو در معرض جمال الهی قرار داده و شما رو در معرض دیدار خودش. بنابراین ما میخواییم یه مدتی، این مقدمه رو من گفتم که اگر ما، البته که چه بهتر که این آینه عالم رو تماشا کنیم، آینه دل رو تماشا کنیم، آینه انسانهای پاک رو ببینیم، اما اگر اینا نبود ادبیات رو غنیمت بشماریم.
ادبیات ما رو هدایت میکنه، کم چشممون به طبیعت باز میشه. شما وقتی ویلیام وردزورث بخونین، وقتی حافظ بخونید، وقتی سعدی بخونین، طبیعت رو تازه حس میکنین، تازه میفهمین که طبیعت جهان متفق بر الهیتش، فرو مانده در کنه ماهیتش. تمام عالم اتفاق نظر دارن، تمام ذرات عالم دارن حکایت از الهیت او میکنن. جهان متفق بر الهیتش، فرو مانده در کنه ماهیتش. طبیعت رو سناگو میبینید و اون شعر معروف که برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. طبیعت رو از طریق ادبیات، حتی بعضی گفتن که اگر طبیعت خودش مس باشه، ادبیات تلاش میکنه. یعنی نگاهی که ادبیات به شما میده، سعدی به شما میده، بلبل یه بلبل نیست، چیز دیگه است. هر گل نوز گل رخی یاد همی دهد، ولی گوش سخنشنو کجا، دیده اعتبار کو. درختان برای شما دیگه درختان درسته مظاهرن، ولی درختان رو تبدیل میکنه به وادی موسی و کلیمی که تور فلک، که چرخ فلک تور اوست، همه نورها پرتو به نور اوست. خانم براونینگ شما رو میاره در آغوش طبیعت، بعد میگه که این آغوش طبیعت، دیدی اینجا این آغوش خداست، خدا سلام بغلت کرده، منتها ظاهرا این چشماتو گرفته. میگه بگو ببینم نازنین، اگه گفتی که این کیه، تو میفهمی که این کیه؟ انقدر حوادث در روز رخ میده که میگه من فهمیدم که تو بودی این کاری کردی، ناگهان به امداد من رسیدی، ناگهان این فکر رو به ذهن من انداختی، تو بودی، من دیدم. در آغوش طبیعت آدم میخوابه، در آغوش خدا میخوابه. بنابراین این رو هم ما از ادبیات داریم. ادبیات چشم میبخشه به شما، یعنی چشم شما رو کیمیا میکنه که نگاه میکنی به هر چیزی چیز دیگری میبینی. ارن الاشیا کماهی، خدای اشیا رو به من اونچنان که هستن نشون بده. 100,000,000,000 دلار بهت نشون بدن، بزنن اینجا، نگاه که میکنی حقیقت اینو میبینی، حقیقت تمام لذات عالم رو میبینی. این لذاتی که گول میزنه آدمها رو به کارهای بد با میداره دیگه، آدمها چیکار میخوان بکنن؟ اون وقت این لذاتو میذاری اینجا، یا این لذت، نگاه میکنه، اولش نگاه میکنه، آخرش نگاه میکنه، پایان کارش نگاه میکنه. ادبیات این چشمون بهتون نشون میده که این طرف مثل نقاشی های کوبیسم که میگن ابعاد مختلف شعر رو نشون میده، ابعادش نشون میده، میگه بعد این زیباشی دیدی اینجا، اینم هست، بعدش اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه. اون شعر معروفی که گفته بود که come live with me and be my love، شاعر کریستوفر مارلو خطاب به یه پری دریایی گفته بود که تو بیا با من زندگی بکن، معشوق من باش، وقت من همه کار برات میکنم، اون گوسفندا رو برات میچرونم، نمیدونم برات قربونی میکنم، چنین میکنم، چنان میکنم، شیر میدوشیم با هم دیگه، صبح با هم میریم صحرا، رو صخره‌های سنگ میشینیم، صدای آبشار هست، یک بهشتی مجسم میکنه که بنابراین اگر اینا رو دوست داری، then come live with me and be my love، بیا با من زندگی کن، معشوق من باش. بعد سر والتر رالی انگلیسی از طرف اون پری دریایی جواب داده، گفته که حالا اون پری دریایی که وجود خارجی نداشته، من از طرف اون جواب میدم، جواب داده به کریستوفر مارلو، در واقع یعنی به ما جواب داده، که چون این سخنیست که مولانا میگه، حالا میخونم بعدم براتون. این میگه که اگر بر زبان جوانان عاشق جز سخن عشق نرفتی، و اگر همه این لذت ها که گفتی یه نقطه پایان نداشت، اینا تمامشون، اینا که دیدی، اون گاو و گوسفندا شب میشه میرن آغول، بعدا زمستون میشه، بعد اون تمام اون صحنه ها رو به هم میزنه، نشون میده که این چیزا، اینا هیچ کدومش وفای نداره. همین عشق بازیایی که میکنی، این حرفای عاشقانه که میزنی، من بهت میگم که 4 روز دیگه به من چه چیزایی خواهی گفت. اینا رو اون پری دریایی جواب میده، میگه اگه این چیزا نبود و تو پاک بودی و این عالم عالم پاکی بود و ثبات داشت، I would come and live with you، من میومدم با زندگی میکنم، ولی
چه بکنم که اینا همش باد هواست. ادبیات به نشون میده که اینا که دنبالش میگردی و فکر میکنی حالا این لذت رو ببرم اون لذت رو ببرم، اینا نه، همش باد هواست، راه به جایی نداره. آخرش گفتم ای دل به کام خیش جهان را تو دیده گیر، در وی هزار سال چون او آرمیده گیر. از چشم سعدی که نگاه میکنین متوجه میشین که اصلا شانی نداره که آدم بخواد وقتشو تلف هم چیزایی بکنه. به اندازه ضرورت از هر چیزی آدم برخوردار میشه و لذتشو میبره در آغوش خدا. بنابراین میخوایم از ادبیات صحبت کنیم، چندگاهی دور هم بشینیم از سعدی شروع کنیم. حالا نه به دلیل اینکه مثلا مهمترین سعدیه، مهمترین همیشه کتابهای آسمانیه. سرچشمه الهام شاعران بزرگ کتابهای آسمانی بوده و به خصوص در ادبیات اسلامی و ادبیات ایران لحظه به لحظه حتی بیت به بیت قرآن حضور داره. وقتی سعدی میگه قدیمی نکوکار و نیکی پسند، به کلک قضا در رحم نقش بند. این چند سه تا آیه است. قدیم یعنی اولا خداوند قدیم، قدیم الذات، فقط صدا است. نیکوکار خداوند، نیکوکار محسن، یا محسن قد از وکل موسی. نیکی پسند یعنی ان الله یحب المحسنین، محسنین دوست داره. به کلک قضا در رحم هو الذی یصورکم فی الارحام، یعنی تو یه دونه بیت اون چهار تا آیه تو ذهن آدم میاد. اینقدر پر شده سعدی، حافظ، مولانا از قرآن که بی جهت نگفتن که اینها قرآن پارسی و گفتن که من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب، بی دلیل نبوده که. قدم به قدم حضور داره معارف الهی و معارف قرآنی در سخن سعدی. به همجهت ما حالا سعدی رو انشالله اولین دیدارمون رو با سعدی میذاریم و بعد به دیدار مولانا میریم، بعد به دیدار شکسپیر میریم، بعد یه مدتی به دیدار محی الدین عربی میریم. بشینیم یه خورده در حضور اینا ببین چی میگن اینا، اصلا از غم این عالم خلاص بشیم. اینا توی عالم خیلی خوبی بودن، ما تو عالم استراب و کشمکش هستیم، اونا در عالم امن بودن، وگرنه نمیتونستن این سخنان پاک رو بنویسن. اینی که یه مدتی میخوایم بشینیم با مولانا ساعتی، ساعتهایی، و بعد یه مدتی هم این افتخار رو پیدا کنیم که میهمان کلام الهی باشیم، یعنی بیایم به خود با قرآن بدون ثواب، بدون هر شود که انتظارات این که در نامه عملمون چه برکاتی وارد میشه، بدون اینها، به خاطر عشق بگیم این اومده، نامه اومده از معشوق ما. شما چقدر باید عجله داشته باشین، دیدین یه نامه اومده، یاد من قیچی رو بردی بیار، اینو میخوای فوراً بازش کنی دیگه، فوراً باز کنی چی گفته. ما این شوق رو نداریم مثلا به این که بفهمیم که اصلا چی گفته. میگه آقا چینی، همون گفت چینیشو بخون برو دیگه، چینی حالا چیزای صداهای شبیه چینی، یا دیگه چینی بلد نیستی مهم نیست، نم چون معشوق دختر بچا چین بوده به چینی نوشته، میری فوراً ترجمه میگیر میاری. آقا ببخشید شما چینی بلدین؟ این ببین چی نوشته، اینو بر من نامه بر من اومده، اینا این نامه رو که آمده از اونجا و این دعوتنامه الهی رو ما باز بکنیم ببینیم اولا دعوت به کجا کرده و لهم دار و سلام اندر رب بهم، میخواد ببره شما رو اندر رب. اندر رب کجاست؟ یعنی پیش پروردگار، پیش پروردگار. یه از اونجا بهتر میشه تو باغم باشه آدم، پیش پروردگارش هم باشه. اندر رب میخواییم بریم، ما میخواییم بریم پیش پروردگار. اون وقت این دعوت به این عظمت به آدرس داده، قدم به قدم آدرس داده. چقدر واقعا ما محروم میشیم که نخونیم این آدرس ها رو. اگه فهمیدی که حالا اومده، بعد یه آدرسش نمیخونی دیگه، فقط یه دعوتی کاغذی بر من اومده بود از زری، از پری، از دختر پادشاه چین، و گذاشتم اونجا سر تاقچه. اینا گاه گاهی یه قاب بگیر، یه قاب نقره بگیر بزن سر تاقچه.
مدتی میخوایم که این دعوتنامه الهی رو با هم بخونیم، یه آیاتش رو، گوشه هایش رو بخونیم، آدرس ها رو بگیریم، بعدن هم آدرس ها رو که گرفتیم حرکت بکنیم، حرکت بکنیم سر راه، باز دو مرتبه از این راه، از اون راه، از وقت دوستامون پیدا میشن، میفهمیم که چه کتاب های دیگه ای باید بخونیم، چه راه های دیگه باید بریم، میفهمیم نماز به چه درد میخوره، روزه به چه درد میخوره، همه اینا رو میفهمیم که اینا آدرس هایی است که گفته اینا کمک میکنه، این یه مقدار آذوقه است، تزودو فان خیر الزاد التقوا، اینو بنداز، اینو ولش کن، اونو ولش کن، این به دردت نمیخوره، داری میری بوم غلطون که آدم دنبالش نمیبنده بکشه، بعدن هم دیگه عجب سنگینه اینا، چه راه سنگینه، تو خودتو سنگین کردی، اینا رو ولش کن. دست افشانی که رقصن بهش میگن بهترین تعریف زهده، زهد یعنی دست رو بیفشن از اینو، بگم این احتیاج ندارم، اون احتیاج ندارم، اون احتیاج ندارم، اینا رو میخوام چیکار بکنم اصلا، من احتیاج دارم به اینکه این راه رو طی بکنم. بنابراین گفتن به من در مجموع البحرین میخوری به خضر، اگه بری حرکت بکنی در یه جایی هست که خضر صدات میکنه، در مجموع البحرین موسی رفت رفت رفت، اونجا کجا بود که موسی با مجموع البحرین فهمید؟ از کجا فهمید مجموع البحرینه؟ برای اینکه مجموع البحرین جایی است که آدم زنده میشه، ماهی زنده میشه، پرنده زنده میشه، پرنده سرخ کرده تو مایتوبه، مایتابه که اینا لای نون گذاشتن تو بقچه که آورده بودن بخورن، بقچه رو که باز کردن ماهی پرید رفت و آب رفت، فهمیدن اینجا مجموع البحرینه. هر وقت دیدی که همه چیزا زنده شد برات، هر وقت دیدی که زمین زنده است، آسمان زنده است، باران زنده است، برف زنده است، تمام عالم زنده است، هر وقت این دیدی بدون اونجا مجموع البحرینه، اونجا مجموع البحرینه، خودت هم زنده میشی، حیات پیدا میکنی، تبدیل ماهی میشی. اون داستان اون شخص رو من گفتم براتون که بارها که ماهی ها رو گرفت، اونم در مجموع البحرین بود. آدم که ماهی گیر میشه یعنی صید عالم معنا میکنه، صید ماهی، شما مدتی باید تو سعدی صید ماهی بکنه، صید ماهی که کردین یه مدتی، بعد یه روز ماهی ها رو آورد گذاشت یه جایی، دید ماهی ها، ماهی که مرده بودن زنده شدن، دوباره رفتن تو دریا، بعد خودش هم دراز کشته رو اون چمنا که ماهی ها خوش بشه، دید که میخواد ماهی بشه، ای وای من دارم ماهی میشم. مثلا ناگهان اینچنان شوق ماهی بهش غلبه کرد، خودش رو کشان کشان رسول لب دریا و پرت کرد تو آب. چرا؟ برای این که اون کسی که ماهی گیره آخرش ماهی میشه، اون کسی که با پری سر و کار داره گاه گاهی میره پیش پریا و میپرسه که تو ای پری کجایی، اون آخرش مثل اون عبدالقوس، عبدالقوس مردی بود که هی میره پیش پریا، یه هفته میمون برمیگشت، گفتن نرو بابا اونجا دیگه، یه وقت یه بر نمیگردی، این پریا بعد میبرن آدمو، هر بامداد در آید یکی پری ما را برون برد که زمن جان کجا بری. مولانا هم همون پری بردش، اون پری میبره آدم رو، بعد دیگه نشون نمیده به شما، مگر کسانی که برن تو اون محل پریان، بیان پیش دختر مملکت شاه پریان، اونجا مولانا رو پیدا میکنه. میان تو الفاظ میخوان بگردن با زیر و زبر و لغت و نمیدونم نسخه قونیه رو زیر رو میکنن، نسخه فلان میکنن، البته اینا رو باید بکنن، ولی مولانا اینجا نیست، مولانا در کشور پریانه، تو بایستی که مدتی با پری و حوری پری و سرکار داشته باشی. بنابراین این مولانا و سعدی حافظ اینا ماهیگیریه، این مقداری تو دریای اینا صید بکنیم. هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا، چون زان که در باقی و در جویی پرد، هر که از سر صحب بویی برد. میپری تو جوب آب وقتی قرآن، اگه واقعا قرآن خون بشی تو وسط تابستان گرما، آدم ما قدیم حالا استخر هست و اینا، ما چاره نداشتیم میرفتیم توی آب، توی آب میرفتیم برای شنا، برای آبتنی، نهر آب. زن که در باقی و در جوی پرد، هر که از سر صحب بوی برد. بنابراین برنامه ما انشالله در این مسیر خواهد بود که یکی یکی این بزرگان رو، اینا به صورت کتابم، اولیش 365 روز با سعدی، 365 تا ماهی من گرفتم از توی چیز
از توی کلیات سعدی، البته ماهی دیگه هم داره، منتها حالا من اینو عنوان نمونه گرفتم. ماهی بزرگ، ماهی کوچیک، گاهی 5 بیت، گاهی 10 بیت. که با این ماهی ها که آشنا شدین، بعد یواش یواش انسان اون شوق به ماهی شدن و اینکه این آب رو دائما میخواد، دیگه راضی نیست به اینکه گاهی یه لیوان آب بخوره، میخواد که توی دریا باشه دیگه. و از آب ماهی جان را هزار بار چه باشد. اگه به یه ماهی بگم بابا من هزار دفعه برات آب آوردم، دیگه بس دیگه، هزار بار کم بس بر ماهی. ز آب ماهی جان را هزار بار چه باشد. برای این میخواییم که انشاءالله بریم توی دریا، بریم در بحر، بریم در رودخانه مواج و خروشان ادب جهان. شکسپیر رو شما دست کم نگیرید، ویلیام وردزورث رو دست کم نگیرید، جان میلتون انگلیسی رو دست کم نگیرید، ویکتور هوگو رو دست کم نگیرید، همینطور بقیه این بزرگان مثل تولستوی، اینا هر کدومشون انسانهای الهی بودن و اینها صیاد ماهیان بحر کبریا بودن. و ما انشالله یه مدتی امیدواریم این کار رو بتونیم دنبال بکنیم و اولیش انشالله سعدی باشه. و سلام.